برنامه خانوم هما احسان 3-4-7 شاده پیش، بعد از اون صحبتی که شد من شنیده بودم ایشون راجع به عقاب و راجع به اینا صحبت کردم، من خوش آمد که ایشون دارن صحبت میکنن. رابطه شان با آقای ایمان فروتن رو میدونستم ولی نه کامل، فقط میدونستم درگیری های پیش اومده. ایشون اومد که برنامه گوشن کنن خانوم هما احسان نه به خاطر شما، به خاطر روشی که قبل از این گذاشته شده، درگیری که بین من آقای احمدیان کتبان رضوی پیش اومد و این مسائل پیش اومد یا کسان دیگه صحبت کردن، ما داریم یک سیستمی گذاشیم که راجع به افرادی که اینجا صحبت نکنین و شما باید این قول من بدین، ما اینجا نوشته نداریم، من شما رو قبول میکنم. ایشون قبول کردن و رفتیم جلو. تا رسید هفته پیش دوشنبه، من هم نشستم اینجا، یه دفعه برنامه شروع شده، یه نفری هم زنگ زد، یه فرمون تلفنی که من یه آقایی هم زنگ زد و آقا خانم هما احسان من دادم چی و فلان و ایشون شروع کرد راجع به SOS ایران که اصلا ربطی به ایتو دیگه نداره، برای اینکه زمان گذشته بوده آقا ایمان فروتن صحبت کردن خانم هما احسان. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ من بعدش به ایشون زنگ زدم گفتم شما من قول داده بودی، شما گفته بودی من توی مرحله میذارین که به اینجایی میرسه که برای من فرستاده میشه این مطلبی که میخوام برای شما بذارم نگاه کنید. حالا من اینجا چیکار باید بکنم؟ من نمیدونم حقیقت رو باید بگم، حقیقت خودم رو بگم، حقیقت آقای فروتن رو بگم، حقیقت ایشون رو میخواد، حقیقت داره ایشون هم دیگه، همه حقیقت ما یکی نیست اینجوری که ما گفتیم. این فایلیه که برای من فرستاده شده، قشنگ نگاه کنید. Superior Court of State of California. Superior Court یعنی یکی از بزرگترین کورت ها، دادگاه های امریکاست که این مال کالیفرنیا است. County of Los Angeles Central District. قشنگ نگاه کنید. در اینجا برای من اومده و به من گفتن من باید به اندازه ای که این خانم در اینجا اومده و تهمت زده آقای ایمان فروتن، باید اینو بذارم و راجعش صحبت کنم و من میخوام اینو با شما در جریان بذارم. قشنگ نگاه کنید. خانم همای احسان عزیز من، شما در اینجا برنامه‌تون اومدین گذاشتین، من هیچ چیزی هم نبود بهتون گفتم نکنین، چون بعد پای من وسط میاد و من باید این مسائل بگم. مسئله این دو شخص و این ارگانیزیشن هیچ ربطی به ایتو نداره، ولی به خاطر اینکه ایشون اومد در اینجا این موضوع رو مطرح کرد، اینجاست که ربط پیدا کرد و چون ربط پیدا کرد من باید به شما حقیقت رو بگم یا نگم. این حقیقتیه که دادگاه آمریکا تصمیم گرفته، اجرا کرده، به نتیجه رسیده و گفته شده. منم تا الان ندیده بودم تا امروز بعد از اون. اینجا اسم نوشتن ایمان فروتن است، تقی علی رضا ایران آف تومارو موومنت SOS ایران در سال 13 نوامبر 2007 به دادگاه رفتن و اینجا نوشته شده که ویلیام تورانی همچه اسمی وکیل خانم هما احسان بوده، رفتن در اونجا و مسئله پیش اومده بوده که اینا در دادگاه مسائلشون رو مطرح کرده بودن. در دادگاه مسائلی که مطرح کرده بودن چجوری رفته بوده جلو، به اینجا رسته بوده که حالا من همه‌شو نمیخونم ولی باید براتون توضیح بدم که در نوامبر 2008 در اینجا گفته شده خانم هما احسان اومده اینجا و دیگه به این چیزی که حرفاش روی درست نبوده، تهمت هایی که به آقای ایمان فروتن زده بوده درست نبوده، دادگاه کالیفرنیا سوپریم کورت که نه من نه شما نه کسی. اولا براتون ایسی بگم داستان دادگاه و رأیش، 90% کسانی که توی زندان های آمریکا قرار دارن باشون صحبت کنه میگن ما بیگناهیم، ولی دادگاه اینو نمیگه، جامعه هم قبولش نداره. حالا بیگناه یا نیستن اون چه میشه بحث فلسفی، ولی که در دادگاه مردمی من اگر فردا به دادگاه کشته بشم ولی متهم بکنن به این که سرعت رفتم و ماشینم، تصدیق من از من برای یه مدت میگیرن که سر من اومده تون میرفتم، سن 25 سالگی دادگاه رفتم نتونستم ثابت کنم، بعد از که دوبار این کارو کردم تصدیق منو برای یه مدت گرفتم. میگم آقا تو حق رانندگی نداری. حالا من برم بگم آقا من میخوام بیام دوباره بحث کنم، برم بشینم یه جا. حالا اینجا من میتونم راجع به کورت آمریکا صحبت کنم، اما اگر من در این کشور به کسی تهمت بزنم، درست غلطش به خودتون ربط داره، تهمت بزنم بعدش به دادگاه برم، تا اینجا معلوم نیست کی درست میگه.
دادگاه رسمی آمریکا وقتی که بگه من حق تهمت زدن نداشتم و منو جریمه بکنه و اجازه نده این کارو تکرار کنم و بگن تو اگر اینجا بدی به زندان میری و از جریمه میگیری، این کار قانونیه. ما نمیتونیم قانون اجتماعی رو قبول نکنیم و از این کشور بریم. خانم مهسا، شما شروعش کردی و بازش کردی، من ازتون تمنا و خواهش کردم وقتی شروع کردین نکنین، بذاریم ما این رامونه بدیم جلو، کارمون انجام بدیم، شما چیزی برنامه انجام بدید. رسیده به جایی که ما هم قانونی زیر این مسئله قرار گرفتیم. حالا نگاه کن، میاد در اینجا میگه، اینجا گفته ایمان فروتن و ایران آف تومارو موومنت and recover from cross defended homo epsilon commentary damage of دمیج 250,000 دلار دمیج، یعنی ضرر، برای اینکه توهین شده، دروغ گفتن. حالا اینجا چی گفته بودن؟ هما احسان با وکیلش که رفته اونجا گفته شده که گفتن این آدم شالاتانه، دزده و این ارگانیزیشن 700,000 دلار پول جمع کرده که گفته 80,000 ضرر دارن. ایمان فروتن، آقای فروتن رو گفته در این دادگاه، قشنگ نگاه کنیم بحثشون چی بوده. من فکر کنم از من و شما اینا آگاه‌تر هستن در دادگاه و اجازه میدن با مدارک بیاین اونجا. من و شما با نیمچه مدارک باید تصمیم بگیریم، دو تا حرف شنیدیم، دو تا صحبت شنیدیم و بهشون نظر بدیم. این نظرها بی‌معنیه. وقتی که در اینجا گذاشته شده، قشنگ نگاه کنیم، من اینو گنده میکنم، اینجا گذاشته شده که گفته که ایشون کتاباش هم نیورده، نان پروفیت ارگانیزیشن نبوده، این آدم شالاتان بوده، این آدم کلاهبردار بوده، اومده اونجا رو درست کرده، پول مردم رو خورده، ما این کارا رو کردیم. نمیدونم اکوردین تو ایمان فرودن میسندید گولد ایرینگ، ایشون گفته که نمیدونم یه نفر اومده اینم گوشواره طلا دزدی کرده و از این برنامه. اینو در دادگاه رفتم مطرح کردم، باز کردم، خانم اوما احسان، آقای ایمان فروتن و راجب به این مسئله که با هم کار میکردن گذاشتن، هر دو وکیل دارن، این مسئله باز شده. منو گذاشتین در اینجا که من راجب به این صحبت کنم که بدونین چرا این اتفاقات در این نیتو میفته. گذاشتن دادگاه آمریکا گفته خانم اوما احسان شما مقصر، حالا شما تا صبح بشین گریه کن یا باید با وکیل میرفتی زورم نمیرسه، نسه این دنیا دنیای همینه، یا باید ثابت کنی یا محکومی، هیچ چیزی وجود نداره. حالا نشسته بودیم برنامه داره انجام میدیم، شما بعد که این موضوع رو باز میکنین، مسئله ایران رو در درجه دوم قرار دادی و مسائل شخصی تو مسئله اول قرار دادی. اینجاست که از روز اول گفتم پای من و تلویزیون وسط کشته میشه، اونجاست که من باید برم به دنبال این که ببینم این موضوع چی هستش چی نیست. من از آقای فروتن از به من گفتن از وکیلم نامه برای من میاد که برنامه هایشون باید قطع بشه و به اندازه‌ای که این شخص نشسته و توهین کرده و تهمت زده با آقای ایمان فروتن، باید ایشون وقت داشته باشه صحبت کنه. الان من دارم به اندازه 5 برابر ایشون گفته دارم میگم، ولی از یه طرف من نگاه میکنم، این اندگان عزیز، من چی کار کنم اینجا؟ ما اومدیم راجع به موضوع دیگه، این موضوع میاد میشه مثلا تلویزیونی که هر لحظه من فکر میکنم ممکنه دیگه نباشه از روز اولش، برای اینکه ما که اینجا بودجه میلیون دلاری نداریم که خیالم راحت باشه هر ماه این برنامه پخش میشه. همیشه من تو فکر این بودم که ماه دیگه ما گیره، برای همین سعی میکردم اولا تا جایی که میتونم برنامه بذارم که تاثیر بذاره. یه جایی رسی که دم نه مثل که تاثیر نداره. علاقه به اینکه شاهین کاویانی گم شده بیشتر از اینه که الان وضع مملکت ما چیه. خانم اوما احسان مسئله شخصیش با آقای ایمان فروتن مهمتر از این بوده، با وجودی که شکست خورده تو این مسئله، رفته دادگاه و محکوم شده خانم اوما احسان، ولی شما رو قولتون هم وای نستدید. چرا؟ چرا باید من در یه سیچویشن میشم که حالا یک عده بشنن اینجا بگن آقای موضوع چه مجبوریم، این قانون آمریکاست، یا باید قانون آمریکا رو زیر پا بذاری توی زندان بری یا باید زیر قانون آمریکا کار کنی. من اگر اینجا میشتم راجع به تمام مسائل دینی صحبت می‌کنم، زیر چارچوب آزادی رسانه‌ها و آزادی عقاید دارم صحبت می‌کنم. هیچکی نمیتونه صدای منو قطع کنه. اما اگر اینجا من بشینم تهمتی شالاتانی به کسی بزنم، یا باید بتونم ثابت کنم در دادگاه آمریکا، یا من محکوم میشم یا به زندان میافتم یا جریمه باید بدم برای اینکه اسم این شخصو خراب کردم.
چی داریم برای خودتون بگیم؟ چی کار باید کرد حالا؟ چی کار باید کرد و نمیدونم دیگه چی کار باید کرد. اصلا این قسمتی بود که من برای شما میخواستم پخش کنم. من یک موزیکی برای شما پخش میکنم. اگر صحبتی بود راجع به این موضوع، هر کدوم از دوستانی که من راجع بهش صحبت کردم صحبتی دارم، با کمال میل بیان اینجا صحبت کنن طبق این مدارک. من برمیگردم با شما هستم. با درود دوباره به شما بینندگان عزیز، برنامه رو ادامه میدیم. من تلفن، اگر با اون یکی تلفن بزنین من نمیتونم جواب بدم. لطفا اگر راجع به این موضوع صحبتی هست که من آرزو دارم که دیگه صحبت ادامه دار نباشه، دیگه جایی میریم که نباید بریم، من برنامه رو ادامه میدم. قسمت های مختلفی از فرستاده های شما فیسبوک چی هست، در اینترنت چی میگذره برای شما نشون میدم. برای اینکه امشب ترجیح میدادم که این موضوع هیچ وقت به اینجاها کشیده نشه، ولی شما باید ببینین منم مقصر نیستم. یه برنامه میاد به یه دلایل قطع میشه، کارش نمیتونیم بکنیم. ما باید هدفمون رو فراموش نکنیم. یه هدف داریم و در این هدفی که داریم میریم جلو. اگه ما مجبور شیم راجع به این مسائل صحبت کنیم از راه دور شدیم. مثلا همین 32 سال ما از همین ها بوده، وقتمون رو مختلف پرچم بفروشیم، تولد کوروش رو جشن بگیریم، کنسرت میذارن، ایران رو میخوان نجات بدن، یکی بلند میشه از یه جا. وقت تلف کردنه و این وقت تلف کردن است که ما رو میگیره. اگر تلفنی هست لطفاً با شماره تلفن 703-349-2279 تماس بگیرید. روی ایر من بیرون صحبتی با کسی ندارم. اگر روی ایر میخواین صحبت کنیم با من، اینجا صحبت میکنیم و بدون اینکه اینجا راحت مردم دیگه باید صداها رو بشنون و ببینن چی میگذره. منم نظرمو میگم، از منم ناراحت نشه کسی اومد روی خط گفت. خود دیگه یه جا باید بگیم اینا رو، نباید بگیم؟ آیا شما توقع ندارین که ما باید این مسائل مطرح کنیم؟ اگه توقع ندارین خب میشه همین تلویزیونی که میبینین هر مسائلی که میگذره شما اصلا هیچ تصمیم گیری شما نیستین دارین نگاه میکنین. بفرمایید عزیزم. کما احسان هستم آقای امیدوار عزیز. درود بر شما خانم. درود بر شما. اول که بگم که من حق کاملا به جانب شما میدم، برای اینکه بله شما هم گفتید که مسائل شخصی و من با برنامه سازان و اینا رو نیاریم، ولی من دو مسئله دارم که نکتتن بگم. اولا من یه سوال کنم خانم احسان، عذر میخوام، اصلا این ربطی به من داره؟ نه آخه شما مطرح کردید. نه من مطرح نگم، شما مطرح کردید. نه شما دوشنبه مطرح کردید، منو کشیدین وسط، منو کشیدین وسط یک مسئله که خانم احسان من یه سوال دارم. آیا من نه من اجازه نمیدم، من نه اجازه، الان اجازه نمیدم. من اجازه دادم شما 400 هفته صحبت کنین، شما اونو انجام ندادین. حالا من از شما سوال دارم، من و بیننده های این تلویزیون آیا محکوم به اینن که شما وقتی که یک اشکالی با یک شخص ارگانیزیشن داشتین و به دادگاه رفتین و محکوم شدین چه صحبتی دارین بکنین؟ صحبت دارین و بینید تو دادگاه، اینجا که دادگاه نیست. من اصلا این چیزی که الان شما نشون دادید و خوندید بله برام به حدی شگفت انگیزه. من خواهش میکنم اون کپی رو برای من بفرستید. یعنی شما خانم عزیز اجازه بدین بریم جلو، اجازه بدین یه لحظه من. شما به من میخواییم بگین که شما 27 تاریخ تو تا نوامبر 21-2008 21 نوامبر 2008 شما دادگاه نرفتین؟ من ندارم اینجا ریکورد. نه شما دادگاه رفتین در دیستریک کورت آف کالیفرنیا، سوپریم کورت کالیفرنیا، سوپریور کورت آف دی استیت آف کالیفرنیا نوامبر 21-2008. نه فقط بعد 2000 شما دادگاه رفتین یا نرفتین؟ تقلبیه این کیس نامبر بی. من جواب بدم یا نه من اول از شما سوال کنم بی من چی بگم؟ بی نه شما تو دادگاه بعد میگفتین، اینجا که دادگاه نیستش که. بی سی 38-0-6-6-7 کیس نامبر شماست. بی مثل بوی، سی مثل کرد، 380-667 آیا این کیس نامبر شما هست یا نیست؟ 100%. خیلی خوب، شما آیا وکیل داشتین اونجا یا نداشتین؟ نداشتم. شما آقای بذاریم براتون اسمو بگم ببینین یا آقا شما نمیشناسین؟ ریام تویانی. شما یه نمیشناسین؟
میشناسم. پس شما که وکیل میگی نداشتین که؟ وکیل در اون دادگاه نداشتم. نه این کی بوده پس؟ این آدم ویلیام جرده کی بوده؟ آدمی بود که با من آن کانتنجنسی وکیل بود ولی نیامد. خب درست، اون دیگه به ما که رب نداره خانم، که شما کارو در انجام بده. درسته. حالا الان کورت آمریکا و قانون آمریکا اجازه بدی شما رو محکوم کرده، شما میخواین بشینید اینجا خودتون بود؟ مگه ما دادگاهیم که تلویزیون اینتون رو تبدیل کردی به اینکه اختلافات شخصی شمایی که محکوم شده رو هر بیاری؟ شما چرا به دادگاه شکایت نمیکنی اگه مقصر نیستی؟ آقای به من اگر یک دقیقه فرصت بدید. نه خانم اومه احسان عزیز من، شما من تو موقعیت بدی گذاشتین. شما موقعیت رو درست انجام دادید، من اصلا به شما ایرادی ندارم، شما کارتون رو کردید. اوکی؟ بله. ولی من به شما به عنوان آقای امیدوار که نگاه نمی کنم، من به شما به عنوان مردم نگاه میکنم. نه من الان به عنوان مردم، مردم هم نمیدونن. خب آخه وقتی که شما اومدید ایمان فروتن به نام کانمن، یعنی آدم کلاهبردار شالاتان پول مردم رو خورده، آیا من یه سوال دارم از شما، آیا شما با این شخص کار میکردین یا نه؟ بله. خب از شما هم جزش بودین اگه شما این تهمت ها رو زدین، برای چی کار کردین با آدم شالاتان؟ خب ببینید اگه بخوان من جواب بدم به اجازه ندی که من نمیتونم جواب بدم. اون جواب رو باید تو دادگاه بدیم، من فقط دارم سوال میکنم. من اصلا در واقعیتی نیستم خانم احسان، اجازه بدیم برای توی شما اگه صحبت کنیم. من مجبورم به عنوان یک انسان که در این جامعه بزرگ شدم و طرفدار قانون اجتماعی هستم جلوی شما رو بگیرم، در اینکه شما دارین مسائلی رو مطرح میکنین که محکوم شدین. آدم محکوم اگر بخواد کیسش رو واکنه باید بره دادگاه، نمیتونه بیاد در یک رسانه همگانی کیسش رو واکنه. اگه من بیام کیس دادگاه رو برعلیش باز کنم و صدای شما رو پخش کنم، من یعنی قبول کردم دادگاه آمریکا اشتباه کرده. آقای امیدوار عزیز، بل. من اون کیسی که شما خوندید، اون ورقه‌ای که شما خوندید رو هرگز دریافت نکردم. خب خانم برید دریافت کنین، کاری نداره. اجازه بدین عزیز من بذاریم بهتون یاد بدم. ما اشکالمون همینه، سالیان سال توی این مملکتیم ولی هنوز قانونا رو نمیدونیم. من اینو بزرگ گذاشتم، کیس نامبر BC 380 667، دادگاه آمریکا در کالیفرنیا اعلام کرده خانم اوما احسان حق نداره و ضرر داره، باید ضرر بده. تازه به نظر من ایشون خیلی با شما خوب رفتار کرده، برای اینکه در این جاجمنت، در این قانونی که گذاشته شده، شما رو محکوم کردن که باید پول بدین. اگر بشینین دوباره در مکان عمومی راجع به این شخص و این مسائل بگین به خاطر که محکوم شدین، شما دارین کار غیرقانونی انجام میدین خانم اوما احسان. آقا کجا نوشته؟ اینجا نوشته، اینجا حتی نوشته که برای ریکاوری. اینجا نگاه کنی نوشته نگاه کنی من براتون بگم، اینجا نوشته cross confirmed ایمان فروتن and ایران tomorrow he have recovered from cross defendant هما احسان. اینجا اومده که حتی دمج $5,000 یعنی ضرر $5,000 رو اون بعد میدادین. حالا شما اینجا میرسی میگین شما پول ندادین، برای اینکه دادگاه نگاه کرده و به این شخص گفته آیا میخوانی شخص و پولتون رو بده یا بره زندان. شاید ایشون به شما خیلی احترام گذاشته، نخواسته شما زندان بری. این مدرک و ای کسی منو برده بود آورده بود، من شما رو میتونستم به زندان بندازم، برای اینکه آبروی شخص رو توی جامعه بردین، رفتین گفتین این شخص شالاتان. خانم اوما احسان اشتباه کردین، دادگاه گفته. آقای امیدوار، بله. من الانم میگم و خواهش میکنم بیان من ببرن زندان. عزیز من شما دادگاه آردین برده، شانس آوردین نرفتین اینجا زندگی کنین. خانم عزیز با دادگاه بریم بس. ببینین اجازه بدین بذارین من اسم این یارو جاجه اون قاضیه هم به شما بدم، زنگ بزنین خونهش باهاش بشینین بحث کنین. با من چرا بحث میکنین؟ من همین امروز تازه اینو خوندم. حالا من همین الان شنیدم. خب شما خیلی بحث تو خبره، و اگه این بلا سرتون اومده خبر ندارین. همینه که یه دفعه یکیمون گم میشه. من اجازه بدین همین میشه که اجازه بدین خانم احسا همین میشه که فردا یه دفعه میبینیم آقای اصغر جاهلی گم شده، مردم فهم میکنن کشتنش در طریق زندان سر در میاره. چون شما حتی این مسئله ای که برای شما لاحافظ با همان اسوسیه که فرستاده و شما چه این کیسی که برای شما درست کردن که از
وحشتناکترین کیسایی که برای شخصی میتونه پیش بیاد. شما خانم عزیز از طرف دادگاه آمریکا مقصر شناخته شدین. بفرستیدین اوپو برای من. من بفرستم برین از دادگاه بگیرین. من چه کارم بفرستم؟ برین دادگاه خانم کیس نامبر دوباره دادم. برین بگیرین. ولی باید این کارو بکنین. به شما نصیحت میکنم. باید این کارو بکنین در اینکه این کیس نامبر BC 380667 رو اگه برین توی سایت District Court, Superior District Court, State of California, County of Los Angeles, Central District. بریم بزنین کیس نامبر BC 380667، تمام این مدارک میاد بیرون خانم عزیز. خیلی خوب. من الان این کارو میکنم و خواهش میکنم خانم هایونی که وکالت خوندن و بلدنم برن این کارو بکنن. اونا کاری ندارن، شما گیر کردین، چرا مردم میزین تو کار؟ کم که باشه نگه آقا عزیز من، شما گیر کردین، حالا میگین به مردم میان کمک کنن، یعنی میخوان شما محکوم شناخته شدین. من که وکیل نیستم. ای بابا خانم، درود بر شما. عزیز من دیگه نمیدونم، همین میگم حقیقت ها فرق داره. من گفتم منو نکشین اینجا، بابا من میارم با کیس نامبر اینجا نشون میدم، با این نشون میدم. اگر حق با آقای ایمان فروتن نبود و نداشین کیس نامبر رو، به ایشون هم گفتم اگه این دست من نرسه، من میام میگم آقا خانم ایمان، ایشون درست میگه آقای ایمان فروتن، این چی بوده؟ این کیس نامبر اینجا اومده. من حتی به ایشون بگم، گفتم نکنیم این کارو، ایشون گفتن اگر من الان ساکت بشینم و چون از ایتو پخش شده نگین، مردم فهم میکنن این داره درست میگه. و من تای دلم میگفتم باید اینو دید، این کیس نامبر خانم عزیز، آقای عزیز، هموطنان عزیز، به منم رفتی نداره. فقط خواستم به شما نشون بدم این مسائل چیه و ما چه اشکالاتی در این تلویزیون داریم و به چی بر میخوریم. بفرمایید عزیز من. بفرمایید. اینجا بلندتر صحبت کنیم. بعد ببینید سر اصلا مطلب بفهمید. بله، درود بر شما آقای امیدوار. شما اصلا داره خوب میشه. شما من حمید هستم. خب بله، راجب چی اصلا داره خوب میشه؟ همین خانم احسانی مسئله کیس مال 2008 بوده. خب تقصیر من که نبود، ببینی از اول بهتون گفتم منو میکشن یه جایی که باید یه موضوع رو وا کنیم. هی من سوال و من سوال و یکی زنگ میزنه آقا بذار خانم احسان صحبت کنه، یکی دیگه زنگ میزنه آقا ول کنیم مسئله رو. من چیکار باید بکنم اینجا؟ آیا من باید بیام این چیزی که به نام فکت حقیقت جلوی من گوشته شده من نشون بدم؟ آقا این دعوا رسانه‌ای الان شده. خب من همینو گفتم نباید بشه، ولی کشیدن منو وسط. خب من که ول نمیکنم تو به نتیجه نرسیم، که برای اینکه یا من باید خاموش بشینم که بعد میگن آقا چرا صدای خانم آقا احسان قطع شد، اینه دلیلش. فردا به من میگن آقا صدای شایان کابینه چرا قطع کردی، اینم یا بابا یه دلیل داشت به من زنگ زد. آقا شایان کابینه، آقای امیدوار، الو. بله شش تا نه، من دارم یه چیز دیگه صحبت میکنم. من دارم میگم اگر یه موقع برمیگردی چه بابا یه دلیلی پشتشه، میخوایم بازش کنم که میشه، بازش نکنم میشه چیز دیگه. اصلا نگاه کنیم ببینیم این تلویزیون با تمام برنامه‌هاش زیر سوال نیست، زیر بودجه مالیه که بمونه، ولی من مجبورم بیام ببینیم چه مسائلی رو باز کنم. اصلا به ما ربطی نداره که ضرر 100% میزنه هم به تلویزیون هم به همه اینا. چیکار کنم؟ به من بگی من کجا قرار میگیرم؟ من میگین چرا آقا میخوای باج برای چی؟ آخر ما میخوایم ببینیم تلویزیون. خب برای همینه خسته شدیم بابا دیگه. من سر لیگولی هم باید بگید دنباله. بفرمایید. نه عزیزم قرد نشد، من شما خیلی یواش صحبت میکنی، عوض میخوام، من حوصله‌ام سر میده. یه ذره سر اصل مطلب رو بفرمایید. شما برای چی زنگ میزنید؟ چی میخوایم بگیم؟ الان خوبه؟ آره چی میخوایم بگیم؟ اصل مطلب رو اصلشو بگیم راحت چیم. بفرمایید. من اصل مطلب رو میخوام بگم، برگردیم سر برنامه اولیه. الان بذاری اینو من حلش کنم، نمیتونم. آخه شما یه نفری شایان کاویانی و نمیدونم خانم احسان و آقای ایش آقای ایش، اینا چیزاییست که مربوط به خودشونه. مگه روزایی که خوش بودن اومدم با شما صحبت؟ درود بر شما. منم ولی من باید یه دفعه اینو بگم کردم با هم دیگه تو تلویزیون درسه، اومدم با شما مشورت بکنم. دقیقاً به که آقای شایان کاویانی میرم اشغالش میکرد، نمیدونم تو فرزنه و فلان و بیزار، اومد با شما چیزی تقسیم بکنه که الان شما دیگه به هیچ عنوان. تازه پشت سر من نشست گفت این مأمور جمهوری اسلامی این خامنه ای کار میکنه، اما الان از من توقع دارن که حالا من بگردم ایشونو پیدا کنم. خب زن و بچهش برم به پلیس بگم، پلیس کارشو میره پیداش میکنه.
پلیس هم ببینید من به شما قول میدم جای امنیه داره اشغالشو میکنه درست میکنه این سواس مایعیه یه مایعی درست بکنن حالا میدونم حالا نمیدونم دیگه خیلی متشکرم دیگه حدس نزنیم من از همین حدسا میخوام راحت بشم بابا حدس نباید زد هیچ چیزی هست اطلاعاته اومده به دست ما من آرزوم اینه اینو درکش بکنین این تلویزیون جای این مسائل نیست یکی گم میشه و یکی دعواش میشه و یکی خش میکنه و اینا به ما ربطی نداره بعد نگید آقا تو چرا دیروز یه نفر که با شما کار میکرد کنار خیابون قش کرده ولی شما خیلی برنامهات خط نمیکنین بشنی راجع به صحبت آقا چه ربطی داره بابا یه هدف یه مسئله یه تلویزیون باید یه خط و نشونی داشته باشه یک هدفی داشته باشه رو اون هدف بریم جلو بگه نه میشه همین تلویزیون رو نگاه کنی یه روز از این میگی یه روز از اون اصلا هیچ موضوعی نداره اگه میخوایم ما راجع به حجویات صحبت کنیم اینقدر از این مسائل هست که من تا صبح میتونم برای تو صحبت کنم اما این چیه این مسائلی که مطرح میکنیم نگیم یه دزنگ زنگ آقای امیدوار شما چیه راجع به این موضوع نمیخواین صحبت کنیم بابا ما نمیخوام تو این جاش نی یک دزنگ زنگ آقای ما باید صحبت کنیم نه نباید صحبت کنیم بالاخره ما کجاییم چی رو میخوایم بدونیم این حقیقته این حقیقتیه که دولت آمریکا گفته دادگاه حکم صادر کرده اگر با حکم دادگاه اشکال دارین برین دوباره اینو پروسسش کنیم برین در کورت وکیل بگیریم پول ندارین همینه بدبختی نداری از این کارا نکن خربوزه میخوری پای لرزش میشینی وقتی که موضوع دادگاه شده میشه میری رو در میافتی یا باید بتونی ثابت کنی وقتی که نمیتونی ثابت کنی مطمئن باش محکوم میشی چیزی که نتونی ثابت کنی در دادگاه آمریکا تشیزی نمیارزه بفرمایید عزیز بفرمایید آقای امیدوار درود بر شما درود بر شما عزیز جان من زیاد شما به خودتون فشار نه منو به دادگاه دارم میکشم از من فردا داره نامه وکیل میاد برای من یعنی چی نکشم من اومدم اینجا یه کاری برای مردم بکنم یه تلویزیون واکن صحبت کنم حالا مجبورم به جای وکیل و دادگاه کشیده بشم من اتفاقا من میخوام خدمت شما عرض بکنم که شما دقیق ترین و بهترین وظیفه ای رو که در قبال این جامعه هست انجام دادین آره ولی نگاه کنیم به کجاها ما داریم کشته میشیم و قبلش من خواهش کردم تمنا کردم گفتم خانم عزیز نکنین کارو راجب این موضوع صحبت نکن منو میندازین وسط و مجبورم من بیام من جلوی دوربین بشینم به غیر از حقیقتی که برای من اومده و این دلایلی که پیدا میشه من چیزی که نمیتونم بگم و ایشون قولم ولی نتونستن خودشو نگردم و الان ببینیم به کجا کشته شد شما زیاد جوش نخورید. نه خواه عزیز من جوش نی اذیت میشین دیگه بالاخره. نه اجازه بدین من عرضمو بکنم. چون بفهمید وجود اومد یک کسی رو که میاد برای منافع شخصی خودشو قبل از مملکتش قرار میده و میره توی برنامه‌ای کیم کجایم خالد سوسکه و مسائل دیگر رو مطرح میکنه بعد دستبند طلا از خانم خرم میگیره و بعد نهایت سوء استفاده رو میکنه از برنامه حقوق ماهی $2,000 میگیره و بعد حالا دو قرط و نیمش هم باقی نامه دادگارم قبول نداره خب شما دیگه اصلا مسائل برای شما حله من برای من که حل شد با این که دیدم اگر حل نیست من برم دادگاه حلش کنه به من ربطی نداره دیگه تمام شد خدا درود شما برای جامعه هم شناساندین یه همچین کسی رو شما وظیفتون رو ملی و میهنیتون رو انجام دادید درود برشون خیلی مشکل خدا نگهدارتون و جوش نخورین خواهش کنم نه جوش که نمیخوام من برمیگردم با شما هستم بینندگان عزیز بریم سر برنامه خودمون برمیگردم با شما هستم متشکرم که با این برنامه نشستید با درود دوباره به شما بینندگان عزیز برنامه رو ادامه میدیم ساعت 10:20 یکشنبه است بفرمایید عزیز من رو خط هستم سلام عرض میکنم خواستم بگم به خانم هما احسان بفرمایید که باختن گریه نداره حتی امشب هم که داشتی صحبت میکردین انقدر مغلطه میکردین که از صحبت کردنتون مشخص بود که نمیخواین قبول کنین که شما مقصر بودین همونطور که شما فرمودین سوپریم کورت امریکا که اشتباه نمی کنن اینا همه چیزشونو به قول معروف بررسی می کنن تو
تو ایران میشه هر که تنها به قاضی بره راضی برگرده، ولی در امریکا تنها به قاضی رفتن راضی برگشتن نیست. ایشون اشتباه کردن، بازم این دو سال دارن زجر میکشن به خاطر اشتباهی که کردن. یه عده ایرانی اینجا دارن زحمت میکشن، برنامه هایی رو تنظیم کردن برای نجات مملکت. یه عده ایرانی دیگه هم باید به اینا کمک بکنن. یک تلویزیون رو راه انداختن که عقیبه که میتونه خرجش رو پرداخت بکنه. باید مردم بهش کمک کنن، باید مردم مساعدت کنن. به ایشون چه ارتباطی داره که فضولی زیادی تو کار همه میکنن؟ اصلا نه من از ایشون نه از برنامه هایشون هیچ خوشم نمیاد. خیلی متشکرم عزیزم. درود برشون. خب اینم نظر ایشونه. ببینید نظرهای مختلف میاد، ما چیکار باید بکنیم؟ آیا ما باید وقت رو بذاریم راجع به این مسائل صحبت کنیم؟ با شما دوست داریم مثل بفهمین ازا. درود شما. فکر میکنم که این کاری که شما کردین شاید یه سرمحش بشه برای آیندگان که بدون اینکه مدارکی داشته باشن تهمت نزنن و خودشون رو خار زدین نکنن. بله. خیلی متشکرم. سپاسگزارم از دوت. ببین عزیزان من، یه موقع هست که یه کاری آدم انجام میده، به دادگاه میره، بعدش که محکوم شده این قبولش باید بکنیم بریم دنبال زندگیمون. دیگه دست به همش نزنیم، هرچی به همش بزنیم بدتر میشه. به همش زدیم، خب زوری که نمیشه توی رسانه اومد برای این که صدامون داره پخش میشه یه عده رو بخواییم دلمون رو خوش کنیم. این کارا رو نکنین. همین ندونستن قانون آمریکا، یک سری از ماها از دکترش گرفته تا کفاشش گرفته تا ماشین فروش گرفته تا تلویزیون دارش گرفته یک کارایی میکنن که بعد پشیمون میشن. بابا قانون رو بخونین، قانون داره این مملکت. بفرمایید عزیزم. درود به شما آقای امیدوار عزیز. درود به شما عزیز. مطلبی به نظرم رسید، فکر کردم بد نیست که اینو من عنوان بکنم. البته در رابطه با همین موضوعی که شما عنوان کردین. بله. اونایی که میخوان در رسانه برنامه داشته باشن اول فکر خودشونی میکنن. مسئولیت هم فکر نمیکنن دربارش. که بابا این رسانه خودش مسئول داره، اون نباید پاشو جلو بذاره و بیاد طرف شما رو بگیره. حقیقت رو میگه. اتفاقا حقیقت گفتن بسیار کار درستیه. اگر برنامه تلویزیون ایتو موفقه به خاطر همینه که شما حقیقت رو میگین، کتمان نمی کنیم مثل اونایی دیگه. اونایی دیگه سیاست به خرج میدن و چون از جایی براشون پول میرسه نمیخوان که پولشون قطع بشه، خیلی مسائل مخفی میکنن و بسیار کار غلطیه. در ضمن بله این من حق به شما میدم که ای کاش که از ابتدا که آقای فروتن گفته بود که این نیارین توی چیز، خب متوجه نشدن مثل که خیلی ها. نمیدونم. ولی خودتونم همیشه معتقدین که نباید بیارن توی چیز. الان خانم هما احسان اومده از این برنامه سوء استفاده بکنه متاسفانه. بله این کارش که من اومدم اینجا بذار حرفمو بزنم. ما رو انداختم وسط ولی خب کارش دادگاه هست. بله. درود بر شما خانم جانشین. درود بر شما. خواهش میکنم. ببینید عزیزان من، همینی که من میگم بذاریم ما سر کارمون باشیم، ما رو میکشیم توی موضوعات دیگه. بعد منم یه اخلاقای این مدلی دارم که بدون هیچ قید و بندی راحت میام برای شما اینو میگم. من برای من مسئله نیست، من حقیقت رو برای شما میگم. حتی این حقیقت گفتن داره به ضرر تلویزیون تمام میشه. یک عالمه برنامه‌دارو میگه آقا من برم توی تلویزیون چی میشه؟ خب اگه فردا من یک کلکی بزنم آقا یه کاری بکنم این پدر ما رو میخواد دریاره. خب آقا نکنی، مگه مجبوری؟ کسانی که در این رسانه باقی موندن و هستن کسانی هستن که هدف مشخص دارن و ما در همه جا دیدیم که همشون درست حقیقت رو میشینن برای شما صحبت و حتی میدونن در جامعه برخلاف اخلاقشون رفتارشون میان اینا رو اذیتشون میکنن، بهشون توهین میکنن، بهشون فحش میدن، ولی اینا کارو دارن انجام میدن برای اینکه باید حقیقت رو گفت. بفرمایید عزیزم.